C. میدونی مجموعه چیه یا نه؟ مثلا بگی مجموعه افراد کچل. چی؟ جمع دسته. خب مجموعه عضویت مهمه. مجموعه یعنی یه نفر عضو میشه، درسته؟ مثلا میگه مجموعه افراد قد بلند، درسته؟ مثلا من فرض کنید تو مجموعه افراد کچل هستم، نیستم، ولی برم معطل بزنم چیه؟ میرم اضافه میشم. حالا من میتونم دوباره اضافه بشم؟ نمیتونم. تو مجموعه مثلا میگم آقا مجموعه افراد کچل، آقا 1 2 3، میتونه مثلا آقا 1 2 3 با 2 1 3 فرق میکنه؟ مجموعه سه، یعنی ترتیبشون مهم نیستش، درسته؟ آلت و سه رو میگیرم، آپتین آلت و سه، مثلا میخوام کامنت بکنم آلت و سه میگیرم، آلت و چهار هم خارج میکنم. اینجا نوشته فرمت کامنت اوت آلت و سه آن کامنت آلت و چهار، یاد گرفتیم؟ خواهش میکنم. مجموعه رو اینجوری نمایش میدیم، متوجه یه دونه اینجوری بنویسم فکر میکنم دیکشنریه، چون هم مجموعه علامتشینه هم دیکشنری. خب اگه مجموعه توهی بخوام بگیرم یه ست می‌نویسم، پس توی مجموعه ست می‌نویسیم، توی دیکشنری چه می‌نویسیم؟ دیکشنری می‌نویسیم. مجموعه تغییرپذیر هست. خب تکراری داره یا نداره؟ محمد رضا نداره. ترتیب داره یا نداره؟ ترتیب هم نداره. ترتیب ندارد. اندیس چیه؟ ندارد. همونیش کنم. این هیئت. هیئت دیدین؟ تو هیئت مثلا اندیس وجود داره. ترتیب مهم. مثلا میگم آقا بالای هیئت، پایین هیئت. ترتیب نداره که داره. اگه یه هیئت دیدین اونجوری، اون هیئت هیئت نیستش. چیه؟ مثلا یه سازمان دولتیه. درسته؟ ترتیب توش وجود نداره. خب حالا یه مجموعه مثلا من ایجاد میکنم، مثلا میگم آقا تو مجموعه فرض بکنید اعداد مثلا زیر 10، مجموعه اعداد زیر مثلا زیر 5، چه میشه اعداد زیر 5؟ یه 5 نمیشه که، درسته؟ حالا مثلا بیام 2 رو دوباره بنویسم، دوباره 3 بنویسم، بیام پرینت بکنم اس، ببین چی میشه. اونا که قضا میخوان عقب میشه. آره خب بلدیه، خب میشه 1 2 3 4. نه قضا رو از کجا میدن میدونی؟ تو هیئت باید ببینیم مثلا حاج آقا کجا نشسته، باید بری بشین، حالا عقب و جلو نداره، ببینی از کجا نشسته باید بری بشین معلوم، از اونجا قضا میدن. اگه نمیدونستین یاد بگیریم برای سال بعد استفاده بکنیم. بعد تو هیئت اگه نشستین دیدین یه جمعه تو دارم بلند میشن این هیئت، شما بلند شین میرید اون از اونجا دفعه قضا میدن. وای نستی اوکی، آره اونجا استخاره هم بگیری شاید وقتت باز بشه حسین. استخاره استخاره برای چی؟ مثلا یه مجموعه دو میگیره به اسم تی، تی رو میگن چی باشه؟ اعداد زوج زیر 10، اعداد زوج زیر 10 اردوان. به من میگم اعداد زوج زیر 10 چی هستن؟ زوج 2 آفرین، 4 آفرین، 6 8 زیر 10 تمام شد دیگه، زیر 10 ببین درجه یک امتصال درجه گفت. خب این اس این تیه، درسته؟ حالا میام میگم آقا پرینت بکن چی رو؟ اس اجتماع تی. پرینت بکن چی رو؟ اس اشتراک تی. پرینت بکن چی رو؟ اس منهای تی. پرینت بکن چی رو؟ اس اکسلوسیو اور تی. درسته؟ اجتماع اشتراک، ببینیم چی میشه اشتراک.
باشم که معلوم باشه. خب قرار بود امروز یه دونه ترانزیت داوری داشته باشم، دو سه تا کنسل شد. منم به شما زحمت دادم گفتم بیا. آخرین علامه، اول اجتماع رو بگیم، بذار دونه دونه. اجتماع یعنی که همه شون هستن، تکراری و غیر تکراری هستش. یه بار میگم مثلا دو سه چهار، این هم یه دو و چهارش یکیه دیگه، شیش هشت اضافه شده. اشتراک یعنی چی؟ اهورا یعنی اونایی که هم تو اس هن هم توی تی هن. چی هست؟ دو و چهار بهش میگن اشتراک. متوجه میشه اهورا؟ اسم منهای تی یعنی اونایی که تی هن توی تی چی هستن؟ هشت و دو و چهار و شیش. از داخل اس کم بکن، دو و چهار از داخل اس کم میشه، چی میشه؟ میشه یک سه. خب این چیه؟ به این میگن اکسلوسیف اور. اکسلوسیف اور یعنی چی؟ یعنی یا توی اس باشه یا توی تی باشه. توی اس چی میشه؟ میشه یک، توی تی نباشه. سم تو یک سه توی اس، شیش و هشت هم توی تیه، یعنی یا توی اس یا توی تی. حالا مثلا زیر مجموعه داره، مثلا میگم آقا یک و دو زیر مجموعه های مثلا اس هست، یعنی یک و دو حتما توی یا میام ابر مجموعه، مثلا میام یک و دو ابر مجموعه اس. اوکی تا اینجا بچه ها؟ یا نوکه؟ اوکی. پس این شد مجموعه. مجموعه رو مثلا توابع هم داره که این توابع شما بدونینم کافیه. خب بریم سر وقت دیکشنری. دیکشنری چیه؟ دیکشنری شبیه مجموعه هست. خب یعنی همه اینا رو داره، فقط چیه؟ اندیس داره. دیکشنری چی داره؟ اندیس داره. یعنی چه اندیس داره؟ داداش هم به صورت کلید مقدار هست. داداش هم به صورت چیه؟ کلید مقدار هست. میگم مثلا دی مساویه یه دیکشنری. چی مثلا؟ مثلا کالر چی میگم؟ کالر کلیدش کالره. میگم چی؟ تومیتو چی؟ رد. درسته؟ مدل چی میگم؟ بگو. میگم جوانا. درسته؟ یه رو چی میگم؟ یه چی میگم؟ 1350 چنده؟ نمیدونم 52 مثلا. درسته؟ بعد اینو مثلا میگم آقا این چی باشه؟ این باشه پیما. درسته؟ من میگم یه پرینت بکن، مثلا پیکانو برام پرینت. دیشب والیبال دیدیم شد کالر تومنتور مدل یه. حالا اصلا میگم بهش میگم آقا یه پیکان رنگشو به هم بده. چی میگه؟
جنوبیا به گوجه چی میگن؟ جنوبیا به گوجه میگن توماتو. چه میخندی با گوجه؟ سبزی بومی ایران نیست، میدونید یا نه؟ گوجه فرنگی میگن دیگه. اون تو بعد توی اردبیل نه به گوجه چی میگن؟ میگن پامادور. پامادور روسی. بعضی کلمه مثلا تو اردبیل استفاده میکنن روسیه دیگه، مثلا تو تبریز. به تخمه چی میگن؟ به تخمه میگن میگن سیمیشکا. یا مثلا به پنجره میگن آتشکه. به خود سماور. اینا چیه؟ به کلمه درشکه. اگه اشتباه نکنم اینا روسی هم همش. درسته؟ بلدیم؟ ما تو زبانمون کلمه روسی داریم، کلمه مغولی داریم. مثلا آقا، کلمه آقا خانم چیه؟ اینا مغولی هم. کلمه ترکی داریم به فارسی. کلمه ترکی مثل چی؟ مثلا مثلا قاشق، بشقاب. اینا چیه؟ این کلمه چیه؟ ترکی. بلد اینا رو؟ الان یاد قاشق از قاشماق میاد، یعنی کنده. بشقاب یعنی چی؟ یعنی آب خالی. بشقاب بش یعنی چی؟ یعنی خالی. درسته؟ یاد گرفتیم؟ خب خب پس این اینو اضافه کردم. میام اینجا مثلا میام آقا پیکان کمپانیش چی باشه؟ کمپانیش چی باشه؟ بگیم ایران خودرو. درسته؟ حالا میگم که مثلا کار مساویه یکی دیگه چی؟ مثلا مدل بگیم موستان. یه چی؟ 1968. کمپانی چی؟ درسته؟ کی ماشین بازه اینجا؟ مثلا اینا میزنم موستانگ. حالا میگم آقا مثلا کارز مساویه مثلا کار یک، ماشین یک. مثلا نمایشگاه داریم، درسته؟ نمایشگاه دو تا ماشین داریم، یه دونه پیکان جوانان داریم، کلکسیونریم ما، داریم بعضی کلکسیونرم، یه دونه پیکان جوانان داریم، ماشین شماره دو که برای فروش گذاشیم خب موستنگ. خودمون گرمونتر بفروشیم؟ خودمون گرمونتر عبورا چی؟ قیمت نداری؟ علیه کدوم گرمونتره؟ الان عکسشو نشون میدم تو خود بگو کدوم گرمونتره. از اون عکسی میتونی تشخیص بدی؟ دیگه موستنگ 1968 و این دور اصلا 68 اینه. ندیدی تالا؟ توی فیلم های خارجی مثلا اینا که میرن خلاف میکنن، ماشین خفن میخوان بردارن، ماشین که مثلا خیلی سرعتیه دیگه، ته ماشینه میگم موستنگ. اون روز من یه دونه تو خیابون دیدم، تو تهران کمه. یکی دیگه نه این هم خفنه بد نیست. پیکان جوانان 1350 این هم چیز زیاد خوب نیست. چیه؟ اینه
یه دونه از پیکان جوان ها شیخ صاحب یه دونه از خود عکس شیخ زاید امارات و پیکان بهش هدیه داداشم که مثلا برام فرستاده بود. خب استاد دیدید چیزی چه میگفت رو پیکان؟ نه جدی؟ بازکان خوبی نبود. حالا رفت اونجا ببینم هر روز گل میزنه به خدا، یعنی اینو میام پرسپولیس بازی نمیکنم. از میره یه دفعه این اصلا میشم ماشین گل زنی. حالا بیایم اینجا کجا بودیم؟ اینجا مثلا میگم آقا کارز قرار بود دیابت ها رو بگیری گرفت یا نه؟ دیابت ها نایمده میگه من قد من پول بدیم بازیکن میتونی اعتماد بکنیم چی؟ پرسپولیس و اینا استقلال یه ده دلال دارم میخورم فقط قبول داریم؟ ببینید کمیتور های جمع خب اصلا میگم پیکان میگم پیکان دات پاپ چی رو پاپ کن؟ مثلا چی رو پاپ کن؟ کالر رو بردار الان نیا کنید پیکان رو پیکان دیگه رنگ وجود نداره شما میتونی تغییر بده هر کدوم خواستی میتونی برداری میتونی بهش اضافه بکنی خب حالا بیان میگم for مثلا I این مثلا cars نه آره مثلا بگیم پیکان دو نقطه پرینت بکن چی رو؟ آی رو ببینیم چی برام چاپ میکنم چرا چاپ کرد؟ گفت کالر داره، مدل داره، یر داره، کمپانی داره حالا آی چاپ کردیم میخوام ولیوش رو چاپ بکنم میگم پیکان چی؟ آی بهش چی بکن الان چی میشه؟ میگه کالرش چیه؟ تومیتوره مدلش جوانانه یرش کمپانیش چیه؟ ایکوال حالا میتونستم اینو اینجوری هم چاپ بکنم چجوری چاپ بکنم؟ بیان بگم آقا for i in items چی بگم؟ items اینجا یه i بزنم car tomato مدل فلان درسته؟ اسمش تمیزوفه تمیزوف یعنی چی؟ یعنی تمیزی درسته تمیزوف یا تمیز میکنه خب اینم از اوکی حله به تمیز کوچیک بکنیم بچه ها بچه ها صدامون بسته اسپیر داریم و یه خاصی صحبت بکنیم خیلی خوب یاد گرفتین این چیزه رو؟